غیر از این سیاره امن ما، تقریبا تمام نقاط دیگه جهان هستی برای ما کشنده است. اما بین این مکانهای ناامن هم جاهایی وجود داره که حتی تو فاصله 1000 کیلومتریشون عمر ما به 1 ثانیه هم نمیکشه. هیولاهایی که فقط از دور قشنگن، اگه نزدیکشون بشیم بدن ما رو تجزیه میکنن به تک تک اتمهای سازندش. برنامه امروز در مورد این اشرار کیهانیه. میخوایم ستاره نوترونی و مگنتار و پالسار که قبلا یه کوچولو ازشون صحبت کردم بیشتر باز کنیم تا ویژگی‌های عجیبشون رو بهتر بشناسیم. این برنامه با حمایت مالی فیوتکس ساخته شده، شرکتی که تخصص اصلیش طراحی و تولید انواع سنسورها یا حسگرهای پیشرفته است. محصولات فیوتک توی پروژه‌های زیادی از سراسر دنیا استفاده میشن، از جمله پروژه‌های بزرگ ناسا. برای اطلاعات کامل‌تر پیشنهاد می‌کنم به سایت یا لینکدین فیوتک مراجعه کنید که لینک هر دوشون تو بخش توضیحات ویدیو هست. همه ما با چشمک زدن یا سوسو زدن ستاره‌ها توی آسمون شب آشناییم. می‌دونیم که وقتی نورشون از اتمسفر زمین رد میشه این اتفاق میفته. واقعاً چشمک نمیزنن. اما این پدیده فقط مربوط به نور مرئی نیست. توی بخش پرتوهای رادیویی هم سوسو زدن ستاره‌ها اتفاق میفته. دهه 60 میلادی یه ستاره‌شناس بریتانیایی به نام آنتونی هیویش به همراه دانشجوهاش داشت روی همین موضوع تحقیق می‌کرد. روشی که هیویش برای بررسی این پرتوهای رادیویی ابدا کرده بود، نیاز به یه آرایه بزرگ از آنتن‌ها داشت تا بتونه تغییرات کوچیک و سریع که توی امواج رادیویی دریافتی اتفاق می‌افته رو تشخیص بده. برای همین بیشتر از 2000 تا آنتن دو قطبی رو با حدود 200 کیلومتر کابل به هم وصل کردن و یه تلسکوپ رادیویی ساختن به وسعت 4.5 هکتار اطراف شهر کمبریج. با این تلسکوپ عظیم شروع کردن به دریافت پرتوهای رادیویی از فضا. یکی از دانشجوهاش که مسئول تجزیه و تحلیل این اطلاعات بود، متوجه شد از یه نقطه از فضا پرتوهایی میاد که با یه نظم مشخصی تکرار میشه. هر 1.3 ثانیه یک بار. اون زمان هیچ منبع طبیعی نمیشناختیم که یه همچین رفتاری داشته باشه، ولی خب هیچ منبع انسانی هم وجود نداشت که بتونه این پرتوها رو تولید کنه. این شد که از روی شوخی یا شاید هم جدی این سیگنال ها رو نسبت دادن به موجودات فضایی، اسمش هم گذاشتن LGM، مخفف مردان سبز کوچک. اما 1.5 ماه بعد پرتوهای مشابهی پیدا کردند که از یه نقطه دیگه از فضا می اومد. دوره تکرارش هم به جای 1.3، 1.2 ثانیه بود. این باعث شد بحث موجودات فرازمینی رو کنار بذارن، چون احتمال اینکه موجوداتی از 2 تا نقطه متفاوت از جهان به طور همزمان این سیگنال‌های رادیویی رو بفرستن خیلی کم بود. توی ماه‌های آینده بازم نقاط مشابهی کشف کردند که باعث شد بقیه هم به این موضوع علاقه‌مند بشن. بحث وجود فرازمینی‌ها خیلی بالا گرفته بود تا اینکه اواخر دهه 60 مشخص شد دلیل این پرتوهای عجیب ستاره‌های نوترونی هستند که با سرعت زیادی دور خودشون می‌چرخن. اسم این ستاره‌ها رو گذاشتن پالسار یا تپختر. اما این ستاره‌ها دقیقاً چی‌اند؟ چرا یه همچین رفتاری دارن؟ برای اینکه همه چیز واضح باشه، لازمه که فرایند تشکیل ستاره‌های نوترونی رو یه بار دیگه به طور خلاصه توضیح بدم. میدونیم که تو هسته ستاره‌ها فشار و دمای خیلی زیادی وجود داره که باعث میشه اتم‌های هیدروژن به همدیگه جوش بخورن و تبدیل بشن به اتم‌های هلیوم. این انرژی عظیم که از قلب ستاره آزاد میشه، میخواد اتم‌های سازنده‌شو هل بده به سمت بیرون، اما نیروی گرانش جلوشو میگیره. تا زمانی که بین این دوتا نیرو تعادل وجود داشته باشه، ستاره به زندگی خودش ادامه میده. اما کم کم هیدروژن های داخل هسته تموم میشن. در نتیجه انرژی کمتری تولید میشه. پس تعادل بین این دوتا نیرو از بین میره و گرانش به طور موقت برنده میشه. وقتی گرانش هسته رو فشرده تر میکنه، نوبت میرسه به همجوشی اتم های هلیوم. این دوران هم میلیون ها سال ادامه داره تا اینکه هلیوم هم تموم میشه. اینجا اگه اون ستاره تقریبا اندازه خورشید خودمون باشه، لایه‌های بیرونیش توی فضا پراکنده میشن، هستش هم تبدیل میشه به یه چیزی به نام کوتوله سفید. اما ستاره‌های پرجرم‌تر چون گرانش قوی‌تری دارن، فشار داخل هستشون شدیدتره. باز دوباره اون تعادل بین دوتا نیرو از بین میره. ستاره با سرعت زیادی فرو میریزه تو دل خودش و انفجار عظیمی به وجود میاد که معروف به سوپرنووا یا ابرنواختر.
لایه‌های بیرونی توی فضا پراکنده میشن ولی فشار شدید گرانش اتم‌های داخل هسته‌اش رو له می‌کنه. الکترون‌ها و پروتون‌ها با هم ترکیب میشن و تبدیل میشن به نوترون. بنابراین هسته‌ای که از این ستاره باقی میمونه بیشتر از 90% از نوترون تشکیل شده به اضافه یه مقدار کمی پروتون و الکترون. همینه که معروف شده به ستاره نوترونی. میدونیم که تو حالت عادی بیشتر از 99% هر اتم فضای خالیه. توی ستاره‌های نوترونی دیگه خبری از این فضای خالی نیست، چون خبری از اتم نیست. برای همین به شدت فشرده و متراکم و سنگینن، طوری که یه قاشق ازش میتونه به اندازه 100 میلیون تن وزن داشته باشه. این باعث میشه که اندازه خیلی کوچیکی هم داشته باشن. قطرشون معمولاً حدود 20-25 کیلومتره، تقریباً اندازه یه شهر بزرگ روی زمین. با این حال با این اندازه کوچیکش جرمش از خورشید هم بیشتره. ستاره نوترونی زمانی تشکیل میشه که اون ستاره اولیه 3-4 برابر خورشید ما جرم داشته باشه. اگه جرمش خیلی بیشتر باشه، بعد از انفجار سوپرنوا هستش به جای ستاره نوترونی تبدیل میشه به سیاه چاله. البته یه چیز دیگه هم داریم به نام ستاره کوارکی که بین نوترونی و سیاه چاله است. یعنی نیروی گرانش اونقدر قوی بوده که حتی نوترون ها هم له شدن و تجزیه شدن به ذرات سازنده شون کوارک ها. با اینکه تا الان چند تا مورد پیدا کردیم که احتمال داره ستاره کوارکی باشن، اما هنوز وجود یه همچین چیزی 100% اثبات نشده. پس این روش ایجاد ستاره های نوترونی بود. حالا اجازه بدید وارد جزئیاتش بشیم و جواب سوالاتمون رو پیدا کنیم. اول از همه این سوال پیش میاد که چرا ستاره های نوترونی با یه همچین سرعت بالایی دور خودشون میچرخن؟ قبلش باید بگم که تمام ستاره ها با انواع مختلفشون این حرکت چرخشی رو دارن. فقط سرعتش متفاوته. بعضیا خیلی سریع، بعضیا خیلی آهسته. مثلا خورشید ما تقریبا هر 26 روز یه بار یه دور میچرخه. دلیل این چرخش برمیگرده به زمان تشکیل ستاره ها. وقتی که اتمای هیدروژن بر اثر گرانش به همدیگه نزدیک میشن، همیشه اینطور نیست که مسیر حرکتشون مستقیماً به یه نقطه برسه. برای همین توی مسیرهای خمیده‌ای میفتن و دور هم میچرخن. مثل چیزی که توی این شبیه‌سازی کامپیوتری میبینیم. هرچقدر ابر تشکیل دهنده ستاره کوچیکتر و فشرده تر میشه، سرعت چرخشش بیشتر میشه. دلیل این اتفاق یکی از قوانین فیزیک به نام پایستگی تکانه زاویه‌ای که سعی میکنم خیلی ساده توضیحش بدم. یه جسم چرخان رو در نظر بگیرید. هرچقدر فاصله اجزای تشکیل دهنده این جسم از محور چرخشش کمتر بشه، سرعتش افزایش پیدا میکنه. مثال معروفی که زیاد ازش استفاده میکنن اسکیت سوارا هستن. وقتی دور خودشون میچرخن، برای اینکه سرعتشون بیشتر بشه بدن خودشون رو جمع میکنن. همین قانون باعث میشه سرعت ستاره در حال تشکیل دائما بیشتر بشه. اما از یه جایی به بعد دوباره همین قانون باعث میشه سرعتش کم کم پایین بیاد، چون یون‌ها یا ذرات بارداری که از سطحش منتشر میشن توی میدان مغناطیسیش گیر میفتن و همراه ستاره میچرخن. این وضعیت مثل اینه که اون اسکیت سوار دوباره دست و پای خودشو باز کنه. اینجوری سرعت چرخشش پایین میاد. به این اتفاق میگن ترمز مغناطیسی که باعث میشه سرعت چرخش به مرور زمان کمتر و کمتر بشه. دلیل چرخش سریع ستاره نوترونی هم همینه. هرچقدر کوچیکتر و فشرده تر میشه، سرعت چرخشش افزایش پیدا میکنه. بعضیاشون ممکنه هر یک ثانیه یک بار بچرخن، ولی بعضیاشون میتونن تو هر ثانیه بیشتر از 700 بار دور خودشون بچرخن. یعنی حتی سریعتر از تیغه های یه مخلوط کن. موضوع بعدی این پرتوهای پر انرژیه. ستاره های نوترونی میدان مغناطیسی فوق‌العاده قوی دارن که از جریان‌های الکتریکی داخلش ایجاد میشه. حرکت سریع اون پروتون‌ها و الکترون‌هایی که توی این ستاره ها باقی موندن جریان‌های الکتریکی قوی تولید میکنه که این خودش باعث ایجاد میدان‌های مغناطیسی قدرتمند میشه. این میدان ذرات ستاره رو با فشار زیاد از دوتا قطب مغناطیسیش هل میده به سمت بیرون، طوری که سرعتشون نزدیک میشه به سرعت نور. نکته‌ای که وجود داره اینه که قطب‌های مغناطیسی لزوماً با قطب‌های چرخشی ستاره یکی نیستن.
شبیه یه قیچی در نظر بگیریدش که یکی از تیغه هاش همون محور چرخشه، اون یکی تیغش هم پرتوهاشه. همینطور که دور خودش میچرخه، پرتوهاش هم همراهش میچرخن. اگه پرتوهاش به سمت زمین باشه و ما بتونیم رصدش کنیم، به این ستاره نوترونی میگن پالسار یا تپختر. ستاره‌ای که میتپه، انگار روشن و خاموش میشه. شاید معروف‌ترین پالسار ستاره‌ای باشه که داخل سحابی خرچنگ قرار گرفته. تقریباً 1000 سال پیش، یعنی سال 1054 میلادی، ستاره‌شناسای کشورهای مختلف به طور ناگهانی متوجه یه نور خیلی درخشان شدند. تا حدود 3 هفته این ستاره تازه وارد حتی تو روشنایی روز هم دیده می شد. قطعاً برای مردم اون زمان اتفاق خیلی عجیبی بود. برای همین طبق معمول داستان پردازی ها شروع شد. مثل اینکه این ستاره از بهشته، یا خدایان و اسطوره ها هستن، یا حرفای این شکلی. اما الان ستاره شناسا با اطمینان بالایی اعلام می کنن که اون نور شدید در واقع یه انفجار ابرنواختر بوده. ستاره بزرگی منفجر شده و گازهای لایه‌های بیرونیش رو توی فضا پخش کرده که نتیجه شده همین سحابی خرچنگ. هستش هم تبدیل شده به یه ستاره نوترونی به نام تپختر خرچنگ که حدود 7000 سال نوری از ما فاصله داره و 30 بار در ثانیه دور خودش میچرخه. غیر از پالسار، یه نوع دیگه از ستاره‌های نوترونی هم هست به نام مگنتار. میدان مغناطیسی سیاره خودمون که برای بدن ما امنه، اگه یک واحد در نظر بگیریم، میدان مغناطیسی یه ستاره نوترونی مثل پالسار میشه حدود 1 تریلیون واحد، 1000 میلیارد برابر قوی‌تر از میدان زمین. میدان مغناطیسی یه مگنتار حتی 1000 برابر از اینم قوی‌تره. اصلا ویژگی اصلیش همین میدان وحشتناکشه، برای همین بهش میگن مگنتار. ویژگی های دیگهش مثل اندازه و جرم تقریبا شبیه پالساره. هیچ چیز دیگه تا حالا نتونستیم پیدا کنیم که میدان مغناطیسیش از مگنتار بیشتر باشه. قوی ترین آهنربای جهان هستیه. اگه حتی به فاصله 1000 کیلومتریش نزدیک بشید، اتم‌های بدنتون از هم میپاشه. میدانش باعث میشه الکترون‌ها از هسته‌ها جدا بشن و تمام ساختارهای مولکولی از بین برن. در واقع میدان مغناطیسیش شما رو تو خودش حل میکنه. دلیل این قدرت عجیبشون رو هنوز دقیقاً نمیدونیم. اما احتمالاً نوترون‌ها و بقیه ذرات سازندهش یه جور ترکیب ابررسان‌ها ایجاد کردن که نتیجه شده جریان‌های الکتریکی قوی و میدان مغناطیسی خیلی بزرگ. مگنتار هم پرتوهای پر انرژی زیادی منتشر می‌کنه، مثل پرتوهای ایکس و گاما. حتی ستاره‌هایی پیدا کردیم که هم مگنتارن هم پالسار. تا الان تقریباً 3200 تا ستاره نوترونی پیدا کردیم که فقط 30 تاشون مگنتار بودن. پس مگنتارها اجرام خیلی کمیابی هستن. به عنوان آخرین نکته یه نگاهی میندازیم به کاربردهای ستاره‌های نوترونی. یکی از فوایدش اینه که دانش ما از اتم‌ها و ذرات زیر اتمی بیشتر میشه. چون ماده سازنده این ستاره‌ها پرچگالی‌ترین یا سنگین‌ترین ماده جهانه. سیاه‌چاله رو اینجا نمیتونیم در نظر بگیریم، چون نمیدونیم ماده‌ای که داخل سیاه‌چاله میره دقیقاً چه بلایی سرش میاد. دانشمندا در مورد ستاره‌های نوترونی از چیزی صحبت می‌کنن به نام پاستای هسته‌ای. نظرشون اینه که تعاملات بین نوترون‌ها و پروتون‌ها و الکترون‌ها داخل این ستاره‌ها باعث ایجاد ساختارهای عجیبی میشه که اگه واقعاً وجود داشته باشه، سخت‌ترین ماده جهانه. فعلاً از بودنش مطمئن نیستیم. یکی دیگه از کاربردهاشون اینه که پالسارها با یه نظم مشخصی چشمک میزنن. با رصد کردن تغییرات و آشفتگی‌هایی که توی این چشمک زدن‌ها پیش میاد، میتونیم متوجه بشیم که اطرافشون چه اتفاقاتی میفته. مثلا اگه سیاره اطرافشون هست، میتونیم پیداش کنیم. جالبه که اولین سیاره خارج از منظومه شمسی که سال 1992 کشف شد، دور یه پالسار میچرخید. کاربرد بعدی پالسار اینه که ازش استفاده میشه برای اندازه‌گیری فاصله ها. باز به همین دلیل که پالس های منظمی ارسال میکنه و همزمان مثل بقیه ستاره ها توی فضا جابجا میشه.
شبیه این فانوس‌های دریایی میمونه. شاید بهتر باشه بهش بگیم فانوس کیهانی. دانش ما از ستاره های نوترونی اونقدر کمه که حتی بعضیاشون به نظر میاد یکی از قوانین فیزیک به نام حد ادینگتون رو نقض میکنن. طبق این قانون مقدار تابشی که اجرام فضایی میتونن منتشر کنن بستگی داره به جرمشون. اگه مقدار این تابش از یه حد مشخصی بالاتر بره، اون ستاره باید منفجر بشه. در حالی که بعضی از ستاره های نوترونی مثل M82X2 از نظر درخشندگی چندین برابر از این حد رد شدن، اما هیچ خبری از انفجار نیست. به هر حال یا این قوانینی که پیدا کردیم مشکل دارن، یا این وسط یه اتفاقاتی داره میفته که ما هنوز نمیدونیم.